خب حالا که دیگه به ویدیوهای 31 و 32 اینا رسیدید و طاقت آوردید و دیگه راه انیمیشن رو انتخاب کردین، میخوام توی جلسه بهتون نکات طراحی رو بگم. میدونم که طاقت میارین نمیمیرین و از طرفی هم قبل از شما نمردن و همه این نکات حرفه‌ای تلقی میشه که در طراحی در انیمه شما باید بدونین. دیگه بازی بسه، بچسبیم به کار. خب ببینید دوستان، ما اینجا سه تا شکل داریم، یک دو سه، در یک لایه وکتور. حالا یه ابزاری از اینجا به نام select point، اگه لسوش زده شده باشه تیکش، برای انتخاب پوینت های اشکال میشه شکل ترسیم کرد. یک دو سه نقطه انتخاب شد و بعد میشه حالا این پوینت ها رو جا به جا کرد یا هر چیز دیگه. اگر این تیک زده نشده باشه، یک بیس مربع مستطیل به خودش میگیره و روس انتخاب میشه. این نکته اولی که دوست داشتم قبل از مرگم بهتون بگم. پروژه دیگه درست میکنم و این ابزار یادتون ده. این فری هند اصلا چیز ساده ای نیست، کاری عجیب غریبی میکنه. ببینید این خطی که میشه باش کشید، اما وقتی که اینجوری میکشی شکل رو نمیبنده، اما اگر این اوتو کلوز رو بزنی خودش شکل رو میبنده. موقعی که دارید ترسیم میکنی، اگر اوتوفیل باشه از اینجا پیروی میکنه و رنگ رو میزنه داخلش، اگر اوتوستروک باشه رنگ رو از اینجا پیروی میکنه و لحاظ میکنه و اینجور قطر دسن یا خط دور. و نکته جالب دیگرش این قسمته، اگر بخواید که خیلی خط طبیعی بشه، شبیه چیزی که ما رو کاغذ ترسیم میکنیم، میتونید رندوم رو بزنید. اون وقت وقتی که ترسیم میکنید، من این اوتو کلوزش رو خاموش کنم، وقتی ترسیم میکنید بر اساس فشار و سرعت موس بعضی جاها کلفت و نازک میشه. اما اگر بیایید اینجا وریشن تعریف کنید، مثلا بگید که آقا 90%، زمانی که رسم میکنید نسبت به این که اینجا رو بکنید 10%، ببینید فرقش چیه. فرقش توی اینه که اینجا یه دونه هم مثلا 50% بذاریم، فرقش توی اینه که این وریشن کمکتون میکنه که این قطر خط چقدر اختلاف داشته باشه. اینجا 90، اینجا 10، اینجا 50 است و نسبت کلفت و نازک شدن خط نسبت به حرکت دست شما بازی که میکنه متغیر. هرچی این بره بالاتر این درصد زیادتر میشه، یعنی یه جای خیلی کلفت جای خیلی نازک میشه و هرچی بیاد پایین تر به خط صاف نزدیکتر میشه. که ما 75 میذاریم دیگه، چون تصور اینه که وقتی داریم این رو رسم میکنیم میبینید یه جایی چقدر نازک میشه، مثل اینجا، یعنی 75%. اما اسموتینگ، ببینید این یعنی چی. زمانی که شما دارید تر میکشید خودش لرزش دستتون رو میگیره و قوس ها رو مرتب رسم میکنه. این مسئله اسموتینگ هست. اگر بیاد پایین زمانی که شما رسم میکنین، لرزش های دستتون رو به شدت لحاظ میکنه و خط خیلی طبیعی میشه اما پر از دندون. و اینم میبینید که اصلا دیگه قوس کامل میشه. این فرق بین این اسموت هست. معمولا اسموت گوشش دیگه اینقدر میذارن، بستگی داره به کار خودتون.
مثلا موی انسان اگر رسم میکنید یکم مقدارش ببرید بالا، ولی اگر مثلا لبه های کوه رو رسم میکنید وسط بذارید. اما راجع به تیپر ستار و تیپر انج کار میکنه. اجازه بدید اینجا نشونتون بدم. این رنگم عوض کنم که بهانه نیاریم بگین رنگاش بده خسته شدیم. این تیپر ستار و تیپر انج رو اگر بردارم، همچون که میبینید خط از اول که شروع میشه نازک شروع نمیشه، نازک هم تموم نمیشه، در حالی که اگر اینجا من بیام اینا رو تیک بزنم فرقش در اینه. به این میگن تیپر. یک تریمند و تریم استارت هم داریم اینجا که اگر بخوام بهتون نشون بدم، تریم به نوعی ترمیم کننده دو تا خط که به هم یه خط وقتی شما رسم میکنید اول و آخرش، حالا دیدید دیگه با تیپر نازک و کلوف میشه، اما زمانی که میاد به هم بچسبه یه خورده کچ و کله میشه که شما راحت بتونید اینا رو به هم بچسبونید. اگر این تریم رو استارت اند رو تیک بزنید یه همچه قابلیتی پیدا میشه. حالا من اینو بردارم میبینید که خب هیچ فرقی نمیکنه. اما وقتی این دوتا رو میزنید و میگید که تریم اند و تریم استارت کن، زمانی که اینا رو به هم میرسونید یه خورده قبل از نصب اینا رو مثلا اینجوری تر میکنه به جای اینکه این شکلی بکنه. این دوتا معمولا تیک میخواد. اما اتوولش چیه؟ اتوولد اصلا اساسا اجازه میده جوش بخورن. یعنی وقتی شما این خط رو میکشید میارید اینجا میبینید تپ قرمز رنگ میشه نوکش و میچسبه. من اگر زوم کنم هم میبینید وقتی اینو من میارم اینجا قرمز میشه، یعنی اینکه وقت جوش خوردنه. این رو این اتوولد باعث میشه جوش خوردن. اوتو کلوز بحثش فرق داره. اوتو کلوز میگه هر جا رها کنی خودم اوتو ولد میکنم برات، یعنی خط رو رسم میکنم و جوش میدم. اینم شد نکات فری هند. بریم جلو. اما یه ماجرای دیگه، تصور کنید که من اینو رسم میکنم و مثلا میخوام که ازش سیب زمینی بسازم. خب یه سری رسم روش ساخته شد و مخصوصا این که اگر کارهای دیگه ای هم روش بکنید این رسم زیادتر میشه. حالا اگر اینجا یه ابزاری رو گذاشته به نام پوینت ریداکشن، پوینت ها رو کم میکنه، بیارید و با در واقع آلت یه ذره بزرگتر کنید که قدرتش هم بیشتر میشه، روی این یه بار بکشید، اگه جا داشته باشه انیمه خودش از رأس رو کم میکنه، اما اگر جا نداشته باشه نمیکنه. خیلی میگن ما استاد با این کار میکنیم ولی هیچ رأسی کم نمیکنه، آخه چرا؟ دلیلش اینه که شما وقتی که با این کار میکنید ممکنه رأسایی که این استفاده کرده حد اقل ها باشه. اینه که وقتی با این کار میکنید لزوما رأس کم نمیکنه، بستگی داره به اینکه واقعا آیا مقدوره براش یا مقدور نیست. این هست. پس اگه مقدور باشه براتون کم میکنه تا جایی که شکلتون خراب نشه. خب این هم هست. اما یک پدیده جالب دیگه اینجا داریم. به عنوان مثال اگر بیایید با این ابزاری همچین چیزی رسم کنید یا همچین شکلی بهتون میده، این بلاب هست، یعنی حبابی کار میکنه. با آلت هم سرقلمش کوچیک میشه و با کنترل هم منفی میشه، یعنی پاک میکنه. خب من میام این ورتر دوباره با آلت مثلا انقدش میکنم و یه همچین چیزی رو واسه خودم رسم میکنم. خیلی خوب میبینید که یک شکل با
منطق این طرف رو حذف کرد. حالا این رو میتونیم یه دور با این ریداکشن کنیم که بی خودی پوینت اضافه واسه ما یدک نکشه که داستان داریم، اگر بتونه پاک میکنه. حالا با این و حالتی که اوتو کلوز نداره، مثلا یه کمی اینجا رو میام داخل تر که شبیه سایه بشه. همجور که میبینید خودش جوش خورد به استروک ها. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اوتو ویلد داره، اوتو کلوز نداره. و باز دوباره با این یک کمی اگر جا داشته باشه برامون کم کنیم. خیلی خوب، ما اینو رسم کردیم. حالا من در پروژه دیگری به شما یه ابزار دیگرم نشون بدم، اونم جالبه. خب من یه چه میدونم صورتی بکشم، دوتا هم چشم میکشم، زمیش. حالا میخوام دهن بکشم، اما برای دهن چیکار میکنم؟ ببینید یه موقعی پیش میاد که شما یه تکنیک هایی مثلا برای دهن میخواید استفاده کنید، مثلا به این شکل. خب این خط دور میتونه داشته باشه از نظر شما، مثلا چه میدونم قرمز 8، اما اینو بیارم اینجا، خوشگل شد، اینو بیارم اینجا، اما دلتون نمیخواد مثلا اینجا رو داشته باشه، بعد چیکار کنیم؟ دلتون میخواد از اینجا تا اینجا خالی باشه. اینجا خب یه ابزاری براتون گذاشته، دلت ایج، اینو دلیت میکنید و این به دست میاد و همجور که میبینید یک خط براتون به دست میاد. این از جمله امکاناتیه که در هر صورت میتونید داشته باشید، یعنی یک کمان از یک خط رو بهتون میده. خب حالا بریم سراغ یک ماجرایی دیگه. ببینید من میخوام یه مثلا شکل معنی دار بسازم. اوکی اینو میسازم، میذارمش اینجا و یک مستطیل هم، خیلی مستطیل شد، یک مستطیل هم میزه زمیشه. میخوام یک کلید درست کنم. خیلی خوب، حالا این رأس رو شیفت میگیرم، البته قبلش یک پوینت اینجا اضافه میکنم، اینجوری. خب اینجا رو میخوام دندونه دندونه کنم، پس اینجا روی این خط به صورت رندوم یک سری رسم بزن. حالا میخوام یه سوراخ اینجا درست کنم، پس فعلا با این یه همچی چیزی درست میکنم و اینجا میذارم. قبول دارید که این یه کلیده دیگه؟ ایشالله. چیکار کنیم دوتا سوراخ بشه؟ با این ابزار از میخوام، با این ابزار یا با این ابزار، این و اینو انتخاب میکنم و با این دوتا تبدیل میکنم به یک شیپ که هیچ اتفاقی
شدم افتاده، باید ببینم. نه هنوز نیفتاده. اجازه بدید این دوتا رو انتخاب کنیم. این دوتا رو من انتخاب کنم اول. شیپ هستن منتها رنگ داخلشون رو میگیرم، حالا خط دورشون اجالتا باقی بمونه. حالا بهتون میگم چجوری میشه. اینو فعلا میذارمش اینجا. ای بابا این لسو رو بذاریم کنار اینجا. اینا رو که انتخاب کنید، کرییت شیپ کنید، که استروک بزنید، این دوتا میشن یکی. یعنی وقتی که انتخاب میکنید میبینید سوراخه. حالا اگر اینو انتخاب کنید به صورت شیپ بهش فیل بدید، اینجا سوراخ میشه. دیدین؟ مطمئن باشین سوراخ، یعنی میام اینجا زیر خودش نشون میده. پس دو تا شکل وقتی انتخاب کنید و بعد کرییت شیپ رو بزنید سوراخ میشه. خب حالا میام قسمت بعد. میریم این یکی، اینکه میخوایم تو جوش بدیم. واسه جوش دادن باید چی کار کنیم؟ ببینید، من اگر بیام اینجا رأس ایجاد کنم، اینجا هم رأس ایجاد کنم، شکلم هم زد به هم ریخ، مسخره. واسه شکل منو به هم میریزی؟ اشکال نداره، ما بیدی نیستیم از این بادها بلرزیم. اینو من بیام اینجا. خب اوتو ولدش روشنه، ببینم ولد میکنه. بعیده. خب این رأس رو ولد کن، این رأس هم ولد کن. ولد کرد. یکم هم شکلش قیافه کلید من رو زیخ به هم. حالا من درستش میکنم. اینجا یه ابزار دیگه ای دارم، میتونم بیام اینجا و قوسمو کامل کنم. البته اینجا میدونید رأس کم دارم به خاطر اینه. خوش کنم نرم، یه رأس اینجا اضافه میکنم، یه رأس هم اینجا اضافه میکنم. خب این رأس رو میکشم به این صورت و بعد میارم بیرون و دایره رو کامل کنم. البته اینجا خوب شد، اینجا هم بدک نیست. بسیار خوب، پس اینا با هم جوش خوردن. حالا این سطح رو باید انتخاب کنم و البته که باید رنگش کنیم. الان استروکه با اینجا. آها اینجا نه کرییت شیپ به من میده نه شیپه که این انتخابش کنه. چرا؟ چون رنگ داخل نده. اینجا دیگه میتونم از فیل استفاده کنم و استروکم داره، فقط فیلو میزنم و این حتما رنگ میشه. خب این دوتا الان به عنوان یک شیپ واحد اینجا دارن کار میکنن. پس دیدید که چجوری سوراخ میسازیم و چجوریش با شیپ کار میکنیم و چجوری با این دلیت ایج میکنیم توی مثال قبلی. و دیگه الان خب من این چی میگن، این دوتا رو اگر انتخاب کنم ببینم درست. اگر من اینا رو با هم انتخاب کنم میتونم یک کرییت شیپ واحدشون کنم با این و دیگه حل دیگه. با این حالا چون داره سلک رأس میکنه، رأس رو انتخاب میکنه به این شکل، با این دیگه میتونم کلش رو انتخاب کنم و کوچک و بزرگ کنم، حرکت بدم و برای رنگ عوض کردنشون هم اینو دارم، اینو انتخاب میکنم، استروک که داره مثلا آبیش میکنم
اینو برمیدارم آبیش میکنم به این صورت. حالا اینجا این خط رو شاید بگیم خواهم بردارم، خب من بهت میگم بیا اینجا روی این بزن، این به این شکل در میاد دیگه. حالا باز اینو داری، انتخابش کن و کریت شیپش کن دیگه، الان یه شکل واحد بدون خط داری. خب سوراخش هم باید اگر میخوای این دوتا رو با هم انتخاب کن برای سوراخش. حالا کریت شیپ کن. البته باید خب رنگ داخل نداشته باشن تا بتونیم به سوراخ برسیم. خیلی خوب، این برای اینکه به این سوراخ تبدیل شه، باز با ابزار لسو انتخاب و با این create shape دوباره سوراخ شد. دیدین هر وقت خواستین سوراخ کنید فیلش رو قطع کنید، با select point کلش انتخاب کنید و با create shape کنید، دیگه الان این سوراخه و به راحتی یک شکل واحد شد. خب حالا اینو داریم، چه میدونم میخوایم یه، من اینو یه ذره کوچیک میکنم، میخوایم یه چیز دیگه اینجا بسازیم. حالا چه مثلا اینو میسازم و این قرار بره مثلا توی یه شکافی. شکاف سوراخ چجوریه؟ یه دونه اینجوریه، و حالا اینو بذاریم کنار. به این شکل هست. خب من اینا رو استروکشون رو بر میدارم و رنگشون رو سیاه میکنم برای اینکه شبیه سوراخ به نظر برسن. اینو میذارم پشتش و رنگ اینو هم فعلا مثلا تو این مایه ها میذارم شبیه در بشه. اوکی، این میخواد بره تو این مثلا و به شرخ در بازش. اما تصور کنید که این وقتی میره اینجا رفته زیر لایش، میخواییم لایش بیاد روی قضیه. ما اینجا یه قسمتی داریم به نام رایز یا ریز در واقع، برای اینکه لایه ها ریز بشن باید چی کار کرد؟ خب باید لایه ها رو اینجا در یک لایه هستیم، اینا و اینا رو که انتخاب کنید بیایید اینجا. حالا من بهتون میگم اینو چجوری باید بیارید. من اینو دوست دارم تبدیل کنم به یه شکل. رنگ داخلش رو میگیرم، رنگ داخل رو میگیرم، رنگ داخل رو میگیرم، اینا رو انتخاب میکنم، ولشون بکنیم یک کمی شکل به هم میریزه چون پوینت کم داره. من این زل رو کم میکنم. حالا چی اگر ولد کنیم؟ آیا میشه؟ شد، اگرچه این هم کسر کنیم. حالا این دوتا رأس رو بگیریم و
و با این بیاریم پایین. خیلی خوب. کل این رأس و انتخاب create shape و مشکی باشه. خیلی خوب. این هم حالا مهم، این رنگ داشته باشه. خب میخواییم که این به نظر برسه که داره میره داخل این، باید بیاد لایه‌اش روی این. چی کار کنیم؟ ما اینجا رایز شیپ داریم که اگر چیزی شیپ باشه مثل این اجازه میگیره که بیاد بالا. مثلا میگیم رایز تو فرانت، اومد جلو تا این لایه، منتها چون رنگش قرمزه اینجوری دیده شد، من اینو آبی که بکنم چون با این رنگش متفاوت، شما میبینید. همچون که میبینید شما وقتی که یه عنصر رو انتخاب میکنید میتونید در قسمت draw اصطلاحاً رایزش کنید، منتها برای این کار باید حتما به صورت شیپ انتخابش کنید با این ابزار تا بیاد. خب اینا چه فرقی دارن؟ این بالاترین لایه میکنه، این پایین ترین لایه. مثلا اگه 50 تا لایه دارید کلید میره پشتی ترین لایه میشه 50مین لایه اون لایه. ما راجع به این لایه ها حرف میزنیم، ما راجع به این حرف میزنیم که یادم طراحی داریم روی یک لایه و با این میتونیم lower to back کنیم، پشتی ترین جلو ترین، یه دونه عقب یه دونه جلو. پس اینم شد نکته بعدی. تقریبا تمام نکات رو بهتون گفتم. اینجا میدونم اریزر دارید که دیگه خودتون میدید کارش چیه، پاک میکنه و چه میدونم بید از داخل بکشید بیرون، از بیرون بیارید داخل. خلاصه این داستانش برای خیلی جا استفاده میشه. حالا ما تو کارهای حرفه ایمون از اینا استفاده خواهیم کرد، ولیکن دیگه نکات طراحی همین هاست. بعد از این دیگه میریم سراغ ماسک، که باز ماسک پیشرفته رو میخوام بهتون درس بدم.